گفتن خودشون به خدا متوسل می شدن. ای مؤمنین، شما هم به خدا توسل بجویید و از هر وسیله ای که شما را به خدا نزدیک می کند تنها به عنوان یک پل عبور بهره ببرید. برخی از مفسرین وسیله را در این آیه به معنای رجوع به مقربین جهت دعا، شفاعت و تأمین حاجت از خدا دونستن. مستنداتی دارن که امشب مجالی نیست برای ذکر اونها، فقط اشاره به یک مستند میکنن. برخی اشاره به این میکنن و به این روایت که شخصی بیمار شد، برای رفع حاجت خودش و بیماری خودش خدمت حضرت سجاد علیه السلام رسید و از ایشان خواست که برای او دعا کنن تا شفا پیدا کنه. حضرت فرمود یا من دعا میکنم تو آمین بگو، یا تو دعا کن تا من آمین بگویم. حضرت دعا کردن و او آمین گفت و شفا یافت. یعنی حضرت دعا کردن براشون. خود حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام اگر مرده زنده می کردن و رفتاری رو می کردن که تجلیه پیامبرگونه و اعجازگونه ایشون برای کسانی که به ایشون ایمان می آوردن موضوعیت پیدا می کرد، همه به اذن پروردگار بود. اما متاسفانه در طول تاریخ این انحراف که برخواسته از نوع جهانبینی و نوع درک و فهم دینی است، این اتفاقات امروز رو برای بشر به ارمغان آورده که متاسفانه بسیاری از فرقه های فکری حتی در برخی از ادیان الهی انحراف جدی وجود داره. باید توجه داشت که ما در قرآن کریم و در روایات قطعی اهل بیت دستوری در این زمینه دریافت نکردیم تا از پیامبر یا امام مستقیما درخواست حاجت بکنیم، و این کار به عنوان یک وظیفه شرعی و عبادی انجام میشه. نهایت چیزی که به ما توصیه شده و بسیار مورد اهمیته این هست که از آنها بخواهیم به دلیل تقربی که نزد خدا دارن برای ما دعا کنند، و آنها از خدا بخواهند که خداوند حاجتهای ما رو که این حاجتها از خداست مورد توجه قرار بدن. خداوند در قرآن کریم خطاب به مؤمنی می فرماید از خداوند آمرزش خواهید که خدا آمرزنده و مهربان است. یا در جای دیگر می فرماید آنان چون کار زشتی کنند یا بر خود ستم روا دارند خدا را به یاد می آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را می آمرزد؟ برخی از گناهای ما علنی است، با اعتراف گناهکار و استغفار پیامبران برای اونها از خدا همراه بوده، مثل برادران یوسف که به پدر خودشون که از پیامبران الهی بود گفتن ای پدر برای گناهان ما آمرزش خواه که ما خطاکار بودیم. ببینید پاسخ حضرت یعقوب چی هست. حضرت یعقوب در پاسخ میگه به زودی برای شما از پروردگارم آمرزش خواهم خواست که او آمرزگار مهربان است. خود حضرت یعقوب که آمرزش نمیده. خداوند خطاب به پیامبر این گونه فرمان دادند برای گناه خیش آمرزش جوی و برای مردان و زنان و برای مردان و زنان با ایمان طلب مغفرت کن و خداست که فرجام و معال هر یک از شما را میداند. استغفار رسول خدا برای کفار هم از این جنسه. فرصت خیلی کمه، اجازه بدید که از این بحثا بگذریم. در جلسات جمعه شبمون به طور مفصل اینها رو دنبال میکنیم به طور پیوسته و هفتگی. آنچه که باید توجه داشت این نکته است که مسائلی که ذکر شد به این معنا نیست که فکر کنیم آنان خود گناه میبخشند، آنان خود حاجت روا میکنند و رزق و روزی ما رو اون بزرگان میدن و اون اولیا میدن. همه چیز دست خداست. خیلی وقتا ما تبرکی که میجوییم از اولیاء خدا، برکتی که از اونها میخوایم در ما تأثیر نداره، چون ما اون ظرف لازم نیستیم. هر ظرفی با مظروف خودش باید سازگاری و نسبت داشته باشه. اینطور نیست که من با باری از گناه
و بی هیچ مقدمه ای و صرفاً برای تسکین لحظه‌ای خودم یه خواسته ای از خدا بخوام، یک برکتی رو از خدا بخوام و آنن مستجاب بشه. اگر این چنین بود، باید حضرت یوسف پیراهنهای خودش رو در جایی نصب میکرد تا سبب شفای همه کورها رو به دست بیاره. پیراهن ایشون در جایی نصب میشد، همه کورها میمدن، تبرک میکردن و شفا پیدا میکردن. چرا این اتفاق نیفتاد؟ چنان پیراهنی بر چنین یعقوبی اثر دارد. هر ظرفی بر مظروف خواست، و این نکاتیست که ما در پرتوب این گونه بحثا و در جلا گرفتن از بحث زیارت اگر میخواییم برکت بگیریم باید مورد توجه قرار بدیم. آنچه اهمیت دارد رشد، تعالی و معرفت است. اوج برکت حاصل از زیارت معرفت یافتنه. اجازه بدید در بخش پایانی و در چند دقیقه پایانی که وقت گذشته، من فقط خواهش کنم که یک سکوت لحظه‌ای حاکم بشه، یک نیایش این بار از جنس دیگری بکنیم و این بار خواسته خودمون رو از خدای خودمون و پروردگارمون که امشب به ما این توفیق رو داد در این جلسه‌ای که به نام حضرت رضا علیه السلام در فرسنگ‌ها دورتر از ذریع مبارک ایشون کنار هم قرار بده، یک نیایش از یک جنس دیگری بکنیم. به تو توسل میکنیم ای همانی که ما را به تجهیز بر سلاح پیامبر که دعاست توصیه کردی، و اینک در جوار تو، دلهای ما در جوار توست، و اینک در جوار تو ای علی ابن موسر رضا دعا میکنیم، زیارت میکنیم. آقا جانم سلام بر تو، دوباره آمده ام با روی سیاه، دوباره آمده ام و محتاج نگاهی از شما، آمده ام سر بر دامان پر از رحمتت گذارم تا شفاعتم کنی، تا دستانم را بگیری و مرا پله پله بالا بری. سلام به تمام دست هایی که امروز برای دعا به آسمان ها بلند شدند. سلام به تمام چشم هایی که زیارت او را به انتظار می کشند. سلام به تمام لب هایی که نام آقا را می برند. سلام به تمام قلب هایی که از حضور عشق آقا سرشارند. سلام به تمام قلم هایی که از او می نویسند. سلام به تمام انسان هایی که به او ایمان دارند، و سلامی گرم تر از تمام آفتاب ها، زلال تر از تمام آبها، سبز تر از تمام بهار تقدیم به تو ای خورشید خراسان، ای خورشید شهر، ای بزرگ مرد مشرقی. آقا جان چه می شود که چشم های من را لایق حضور ببینیم؟ چه می شود؟ چه می شود که به یک اشاره برف های نشسته بر وجدان من را ذوب کنی؟ بتاب 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 مولای من، بتاب و بتاب که دیگر برای هیچ کس جای انکاری نماند. آقا جان دانه های تسبیح من نای چرخیدن ندارند، بس که نام تو را گفتیم، بس بتاب.